من میخوام با جریان الکتریکی، خوب گوش کن، با جریان الکتریکی میخوام در واقع بیام حرارت ایجاد بکنم. با جریان یه سری پرس هایی داریم تحت عنوان پرس های اسپارک پلاسما زینتری. 15 بار میگم اینا چون اینقدر مهمه. خدا میدونه که من چقدر گاز دادم توی این پرس ها، چقدر پول در آوردیم تو مجموعه. لذا وقتی تو ماهر آموزش میبینی میخوام آموزش جوندار بگیری. دقت کن، یه سری پرس داریم که اینا به اینا میگن اسپارک پلاسما زینترینگ، پرس هایی که مواد رو چگال میکنن. با استفاده از چی؟ با استفاده از حرارت. چطوری حرارت ایجاد میکنن؟ با استفاده از جریان الکتریکی. جریان الکتریکی از داخل این پرس عبور میکنه و باعث میشه موادی که زیر فک های پرس داره فشرده میشه، داره پرس میشه، این مواد شروع کنه به گرم شدن و فول دنس بشه، چگال بشه. این چگال شدن عملا ذاتش، شجره نامش برمیگرده به جریان الکتریکی. اوکی؟ حالا بین اتصالات، خوب گوش کن، بین اتصالات این پرس ما باید بیام یک عایق خوب بذاریم. مگه این جریان الکتریکی از کل مدار عبور نمیکنه؟ چرا؟ پس اگر ما عایق بین اتصالات و کانکشن ها نذاریم، این جریان الکتریکی کل پرس رو گرم میکنه. نها کن، بذار بکشم ببینی. خوب گوش کن، با این الکترون و اتم بزرگوار خدافزی میکنیم فعلا. دقت کن، من اینجا یه پرس دارم، خوب گوش کن، فک بالا پرس هم ماشین کاری نرفته که اینقدر کجه، خیلی فک پایین. 15 بار این پرس رو میگم، اینقدر میگم چه ملکه ذهنت بشه. یه قطعه میخوام بذارم بین فک پرس، بهش میگن سنبه و ماتریس. این یه ماتریس، اینم یه دو تا سنبه، این یه سنبه، یه سنبه، یه ماتریس. پرسه ممکنه هیدرولیک باشه، ممکنه با سرو موتور باشه، نمیخوام علامت سوال تو ذهنت ایجاد بشه. پرس یه تجهیزی است، یه دستگاهی است، یه دیوایسی است برای فشردن مواد، برای فرمینگ مواد، برای فرم دادن مواد. همین، بذار کنار کلمه پرس رو فقط شناختیم. اینقدر این پرس رو من برات مثال میزنم که تو ملکه ذهنت بشه، انگار داری پرس رو اندازی میکنی. پس بذار کنار. پس من میخوام این، یه قالب دارم، به این میگن قالب. این قالبه یه سری مواد داخلش میریزم، یه پودریه، یه موادی داخل این قالبه میریزم. حالا وقتی این فک، به اینا میگن فک، فک، فک های پرس وقتی بسته میشه شروع میکنه به این سنبه ها نیرو وارد کردن و عملا سنبه داخل ماتریس فشرده میشه. قبوله؟ کاملا قبوله. خب من یه محصولی دارم، جمع‌بندی میکنم صحبتامو، یه محصولی دارم که این محصول برای اینکه تولید بشه باید بذارمش داخل قالب. میخوام این محصول شکل بگیره. ها؟ یه سری پودر میریزم داخل قالب، میخوام یه قرص تولید کنم. این قرصی که میخوام تولید بکنم میذارمش داخل قالب. ها؟ این قالب، این قالب رو من دو نقطهش بکنم. بعد توضیح میدم چرا بعضی موقع ما یه نقطه میذاریم، چرا بعضی موقع غلط املایی داریم. خیلی ایراد نگیر. پس من این پودر رو میریزم داخل قالب، خوب گوش کن، و عملاً با پرس شروع میکنم به فشار وارد کردن. میخوام قرص تولید کنم دیگه. آیا قرص تولید میشه؟ نه. نیاز دارم که حرارتم به این پودره بدم. چجوری حرارت میدم؟ آها، با جریان الکتریکی. با جریان الکتریکی. میبینی؟ یه منبع دارم اینجا که این منبع میاد جریان الکتریکی برای من ایجاد میکنه. ها؟ و این جریان الکتریکی از داخل قالب عبور میکنه. اوکی. انقدر از داخل قالب عبور میکنه تا قالب به مرز دمای 2300 درجه میرسه. من این دستگاه خودم اتوماسیون کردم، نمونه فیلمکسش هم برای تو خلال کلاس بارگذاری میکنم ببینی. 2300 درجه میره تحت فشار، تحت حرارت. از طرفی 1000 تن میره تحت فشار، نه یه تن دو تن، 1000 تن میره تحت فشار و عملاً یک قرص تولید میشه. کجا استفاده میشه این قرص؟ احتمالاً اگه بگم باید بریم تو گونی. مال صنایع نظامیه، پس بی خیاله اینکه چه قرصی و چه چیزی، ولش کن. محصولشو بی خیال شو. فقط میخوام بگم محصول استراتژیکیه. سیکل کنترلیش هم سیکل کنترلی پیچیده‌ایه. خب بنابراین من نیاز به فشار دارم و نیاز به دما دارم. دما رو با چی ایجاد کردیم؟ با جریان الکتریکی. رفیق این جریان الکتریکی خیلی مقدارش زیاده، خیلی زیاده. الان نمیخوام بگم چقدره، بعدا تو خلال کلاس اشاره میکنم، ولی خیلی مقدارش زیاده.
انقدر مقدارش زیاده که من باید بیام، خوب گوش کن، باید بیام یه سری جاهایی رو عایق بکنم. مثلا این فک رو نسبت به قالبم عایق بکنم، وگرنه همه جای این پرس گرم میشه. همه جای این پرس گرم میشه، دما از قالب به فک، از فک به پرس، از پرس به پکینگ ها و اتصالات جک، و نهایتا دستگاه خراب میشه. همه این خدم و حشم و تمام این موارد رو گفتم که بهت بگم بعضی جاها ما نیاز داریم به عایق های بسیار خوب، مثل سرامیک، مثل میکا. این عایق های بسیار خوبی هست، دقت کردی؟ لذا باید بیام یه سری اتصالات، کانکشن هایی رو از عایق داخلش بهره ببرم که انتقال جریان الکتریکی نداشته باشم، انتقال گرما نداشته باشم، برای انتقال کلن انتقال انرژی نده. دقت کردی؟ عایقه. اوکی؟ بحث تا همینجا نگه داریم، خیلی ریزتر نمیشین داخلش چون یکم این گیج کننده است. بعد برمیگردم اساسی، وقتی یه مقدار لولت رفت بالاتر، اصطلاحاً لول آپ شدی، اومدی تو سطح بالاتر، ریز اینو برات میشکافم که تو کامل با فرایندها آشنا بشی. اما یه نکته داخل پرانتز عزیز جان، این که یه محصولی بخواد، برای اینکه سوالای ذهنیت برطرف بشه، این که یه محصولی اگر بخواد تولید بشه باید چه سیکلی رو طی بکنه، چه فرایندی رو طی بکنه، باید چقدر گرم بشه، چقدر نیرو بهش وارد بشه، چقدر سردش بکنیم، چند ساعت گرمش بکنیم، چند ساعت سردش بکنیم، چند ساعت تحت فشار باشه، تمام اینها رو بهش میگن فیلوسوفی کنترل، فلسفه کنترلی. اینا رو کی به ما میگه؟ کارفرمای ما، کسی که میخواد ما دستگاه براش، برق دستگاهشو راه اندازی بکنیم، کسی که میخواد اصطلاحاً دستگاه سازه، کارخونه داره، میخواد دستگاهشو براش راه بندازیم. من برق کار صنعتی، من اتوماسیون کار، میرم خواسته های اون آدم رو میشنوم، انتظارات اون آدم رو میشنوم، و نهایتاً اتفاقی که میفته اینه، بر اساس انتظارات اون آدم میام دستگاهش رو براش تابلو برق میبندم، کنترل میکنم. اوکی؟ الان انتظار اون آدم، اون کارفرما، اون دستگاه ساز اینه که من بیام جریان الکتریکی داخل این پرس برقرار بکنم. اوکی؟ پس این سیکلی که من الان توضیح دادم، این که چقدر به درجه گرما وارد بشه، این که چقدر تحت فشار بره، این سیکلی که توضیح دادم رو بهش میگن فلسفه کنترلی. فلسفه کنترلی رو کارفرما به ما میگه، انتظارات کنترلی رو کارفرما به ما میگه، به من برقکار، به من اتوماسیون کار. پس این جمله رو توی ذهنت داشته باش و بذارش یه گوشه. برمیگردم یه پله عقب‌تر، میخوام مجدد ریویو کنم. یک، اومدم راجع به عایق، هادی و نیمه هادی صحبت کردم. گفتم عایق های خوب عملاً مثل چوب، مثل میکا، مثل شیشه، مثل کاوچو، عایق های خوب خیلی از جاها کاربردشون اینه که ما نمیخوایم انرژی، در واقع انرژی الکتریکی جا به جا بشه. نمیخوایم انرژی الکتریکی از پلن A بره به پلن B، از قسمت A بره به قسمت B. برای که بتونیم بینشون رو، در واقع این اتصال بینشون رو، انتقال انرژی الکتریکی رو قطع بکنیم و اجازه ندیم از نقطه A انرژی الکتریکی بره نقطه B، میتونیم از عایق های خوب استفاده بکنیم. عایق خوب عایقیه که تو لایه والانسش، تو لایه ظرفیتش 8 الکترون هست. اوکی؟ بیا تو تصویر. جانم، کلاس عملیه، میخوایم کم کم وارد عمل کار بشیم. خیلی خوب، بریم جلو. حالا بیام سراغ نیمه حالی ها. این بزرگوارا بسیار گردن ما حق دارن. یعنی این دوربینی که داره از من فیلم ضبط میکنه، این لپتاپی که الان دارم براتون پرزنت میکنم، این میکروفونی که در واقع دارم صحبت میکنم، تمام اینها از قطعات نیمه هادی، هر چی تجهیز الکترونیکیه میتونه از نیمه هادی ها شکل بگیره. اینقدر گردن ما، تکنولوژی بر پایه نیمه هادی ها شکل میگیره. نیمه هادی ها مثل جرمانیوم، مثل سیلیسیوم. نیمه هادی ها نه عایقن نه هادی، در شرایطی عایقن در شرایطی هادی. ترانزیستور ها اینا چی هن؟ اینا نیمه هادی هن، جرمانیوم و سیلیسیوم هن. اوکی؟ ترانزیستور چقدر کاربرد داره؟ کل این خدم و حشم الکترونیکی از موبایل و گوشی و لپتاپ و هر چی، کامپیوتر، هر چی که هست دور و برت می‌بینی تشکیل شده از جرمانیوم و سیلیسیوم. از بابات بیشتر گردن تق داره. چرا؟ چون کسب و کار ما، زندگی ما وابسته به نیمه هادی هاست. دقت کن، بیا جلو. خب توضیحات اینا رو دادیم، گفتیم این عناصر در ساخت ترانزیستورها و دیودها و قطعات الکترونیکی به وفور استفاده میشن. نکته مهمش اینه دو تا از مهمترین
نیمه هادی ها عبارتند از سیلسیوم و جرمانیوم. خیلی مهمن این لعنتی ها. از کجا بفهمیم نیمه هادی ان؟ چون تو لایه والانسش، حالا این سیلسیومه، لایه والانسش رو نگاه کن، 4 تا الکترون داره، 1 2 3 و 4 تا الکترون. اوکی؟